درود به همگی. تصمیم گرفتم به طور آزمایشی آموزش امروز رو با زیرنویس براتون انجام بدم، یعنی هر چیزی که الان صحبت میکنم آلمانی توش داشته باشه براتون به زیرنویس مینویسم. زیاد صحبت نمیکنم، میرم سریع سر اصل مطلب و شروع میکنیم امروز با فعل können. können یعنی توانستن. بعد با دوم شخص مفرد شروع میکنیم، دو، تو، و میریم جلو و امیدوارم که براتون موثر باشه و بتونید یاد بگیرید. توش کلمات، جملات جدید خیلی هستش. قبلا اینو آماده کردم و چون زیاد هستش نمیشه توی مغز همه رو یک جا نگر داشتش، مجبورم ببینم و براتون بگم و توضیح بدم. فردا شب میتونی به دیدار من بیای. ما یه دونه داریم، مثلا میگیم که فردا شب میتونی پیش من بیای، فردا شب میتونی پیش من مهمونی بیای، به دیدار من بیای. Du kannst morgen Abend zu mir kommen. Du kannst morgen Abend mich besuchen. هر دوتاش میشه. تو میتونی رو من حساب کنی. این یه اصطلاحه. حساب کردن در از تو آلمانی میشه رشنن. ما یه فعلی هم داریم سیلن. سیلن یعنی شمردن. دو کنز اینجا تو آلمانی نمیگن دو کنز آف میش رشنن. این اشتباهه. میگن دو کنز آف میش سیلن. تو میتونی رو من حساب کنی. تو این هوا نمیتونی بری بازی کنی. مامانا مثلا بچه هاشون گیر میدن میخوان برن بازی کنن، میتونن این حرف رو بزنن. Du kannst bei diesem Wetter nicht spielen gehen. Du kannst bei diesem Wetter nicht spielen gehen. Du darfst bei diesem Wetter nicht spielen gehen. اولی تو نمیتونی تو این هوا بری بازی کنی، دومی تو اجازه نداری تو این هوا بری بازی کنی. تو میتوانی شب رو پیش ما بمونی. تو میتونی شب رو پیش ما بمونی. ما میتونیم بگیم Du kannst heute Nacht bei uns bleiben. ولی Du kannst bei heute Nacht bei uns übernachten. übernachten یعنی شب رو جایی سپری کردن، شب رو به صبح رسوندن. Du kannst bei uns übernachten. بر علیه اون، بر علیه آن میتونی خیلی کارا انجام بدی. بر علیه آن میتونی خیلی کارا انجام بدی. Du kannst dagegen viel tun. Du kannst dagegen viel tun. کاراتو میتونی خودت انجام بدی. کاراتو میتونی خودت انجام بدی. Du kannst deine Sachen selbst erledigen. Du kannst deine Sachen selbst machen. معذرت میخوام، ببخشید. Erledigen یعنی حل کردن، حل شدن، حل کردن یه چیزی. Du kannst deine Sachen selbst erledigen. تو میتونی کارهای خودت رو خودت حلش کنی. برای مثال یکی رو صدا میکنید، به طرف میگی میتونی بیای پیش من، طرف میگه یه لحظه صبر کن. بعد چند دقیقه میاد میگه چیه؟ میگی که schon erledigt oder schon erledigt. هر دوتا اصولا ایگه که میاد بستگی به لهجه ها تو استانهای مختلف داره. بعضی ها میگن erledigt، بعضی ها میگن erledigt، یعنی حل شدش، انجام شدش. تو میتونی یه تصمیم دیگری هم بگیری. Du kannst dich auch anderes entscheiden. Du kannst dich auch anderes entscheiden. Sich entscheiden, eine Entscheidung treffen. یعنی اینکه
هر دوتاش میشه تصمیم گیری، تصمیم گرفتن، یک تصمیم گرفتن. ایش موس میش انشایدن، ایش موس این انشایدونگ تخیفن. تو میتونی به من اطمینان کنی. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich auf mich verlassen. یه اصطلاحیه تو آلمانی به این میگن. Verlassen در اصل معنی ترک کردن رو میده. ولی du kannst dich auf mich verlassen یعنی اینکه تو میتونی در اصل مثلا خودتو تو من رها کنی، حالا اگر بخوای بگی، و یعنی اینکه به من اطمینان کنی. تو میتونی در اداره اتباع خارجی ها اطلاعات بگیری. اگر بخوایم یه طور دیگه بگیم، مثلا میگی Du kannst bei der Ausländerbehörde Informationen bekommen. تو میتونی توی اداره خارجی ها اطلاعات دریافت کنی. حالا بخواییم با یه فعل دیگه بگیم Du kannst dich bei der Ausländerbehörde erkundigen. Erkundigen اطلاعات جمع‌آوری کردن. Erkundigen تو میتونی چند روز اینجا بمونی. Du kannst einige Tage hier bleiben. Einige Tage یعنی چند روز. ما داریم پار تاگ، پار تاگ هم میشه چند روز، ولی بستگی داره کجای جمله ها استفاده کنیم، که حالا اگر باشه براتون توضیح میدم. جمله میگم Du kannst einige Tage hier bleiben. تو میتونی اونو پیش خودت نگه داری. تو میتونی اونو پیش خودت نگه داری. Du kannst es für dich behalten. Du kannst es für dich behalten. تو میتونی از عهده‌اش بر بیای. مثلا طرفت میگه من فردا امتحان دارم، او سخت فلان بسار. تو میگی که Du kannst es schaffen. تو میتونی از عهده‌اش بر بیای، موفق بشی. Du kannst es schaffen. با کمال میل میتونی همراهمون بیای. با کمال میل میتونی همراهمون بیای. Du kannst gerne mitkommen. Du kannst gerne mitkommen. Mitkommen با هم دیگه نوشته میشه. Darf ich mitkommen? اجازه دارم باهاتون بیام؟ Ja, du kannst gerne mitkommen. تو اجازه، تو میتونی با کمال میل بیای. تو باید خیلی زیاد منتظر او بمونی. تو باید خیلی زیاد منتظر اون بمونی. خیلی زیاد باید منتظر. تو میتونی خیلی زیاد منتظر اون بمونی. Du kannst lange auf ihn warten. Oder du kannst lange auf sie warten. بستگی به جنسیت داره که او، اوی مرد و اوی زنه. هر وقت خواستی میتونی از ماشین من استفاده کنی. Du kannst mein Auto zu jeder Zeit benutzen. Du kannst mein Auto zu jeder Zeit benutzen. تو میتونی از ماشین من هر وقت که بخوای استفاده کنی. تو نمیتونی این بلا رو سر من بیاری. تو نمیتونی این بلا رو سر من بیاری یا با من این کار رو بکنی. Du kannst mir das nicht antun. Du kannst mir das nicht antun. تو میتونی به من باور داشته باشی، یا تو میتونی منو باور کنی، یا مثلا به من اعتماد کنی.
اعتماد کنی اینطوری بهتره. Du kannst mir glauben. Du kannst mir glauben. ما تو بالا گفتیم تو میتونی به ما اطمینان کنی، به من اطمینان کنی. گفتم Du kannst dich auf mich verlassen. این یه اصطلاحیه که تو آلمانی به کار میبرن. Du kannst mir glauben. اینم همونه. میتونی هر دوتا رو به کار ببری. Du kannst mir glauben. اعتماد کردن، اعتماد داشتن میشه vertrauen. Vertrauen. برای مثال طرف میگه تو میتونی بدون نگرانی به من اعتماد کنی. طرف توی میپرسه میتونم بهت اعتماد کنم؟ میگی تو میتونی بدون نگرانی اعتماد کنی. Du kannst mir ruhig vertrauen. Du kannst mir ruhig vertrauen. Kann ich dir vertrauen? آیا میتونم بهت اعتماد کنم؟ Ja, du kannst mir ruhig vertrauen. تو، اینم یه اصطلاحه، تو گناهی نداری، تقصیر تو نیست. Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür. این یعنی اینکه تو یعنی هیچ کار دیگه نمیتونستی بکنی، تقصیر تو نیست. Das ist nicht dein Schuld. Das war nicht dein Schuld. این تقصیر تو نبود، تقصیر تو نیست. Du kannst nichts dafür. تو هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی، نمیتونستی بکنی. اینم یک اصطلاحه. بدون تمرین، این جمله برای شما هست، برای هممون، برای منم هستش. منم بعضی اوقات خیلی جاها تنبلی میکنم. دوستم هم که اینجا نشسته الان البته داره چرت میزنه، اینم خیلی تنبلی میکنه بعضی اوقات، همیشه. بدون تمرین نمیتونی هیچ چیزی یاد بگیری. Du kannst ohne Übung nicht lernen. Du kannst ohne Übung nicht lernen. بدون تمرین نمیتونی هیچ چیزی یاد بگیری. جمله آخر برای این جلسه اینجوری نمیتونی به زندگیت ادامه بدی. به زندگی ادامه دادن میشه weiterleben. Du kannst so nicht weiterleben. Du kannst so nicht weiterleben. تو اینطوری نمیتونی به زندگیت ادامه بدی. امیدوارم این جلسه با زیرنویسی که میذارم براتون خوب باشه، تأثیر مثبت داشته باشه. امیدوارم جواب منو تو کامنت ها بدید لطفاً و بگید که آیا بازی‌نویس خوب بوده یا قدیم بهتر بوده، یا اگر نظرات جدیدی دارید یا هر چیزی، سوالی، چیزی، اطلاعاتی خواستید بنویسید، من حتما میخونم. شاید جواب ندم، وقت نکنم، ولی حتما میخونم و بالاخره خواستهاتون رو انجام میدم. مخلص همگی هم هستم. مواظب خودتون باشید. تا بعد.